تو را نادیدن ما غم نباشد، که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم روی، ولیکن چون تو در عالم نباشد. تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صد قصه آغاز. من آن مرغ، من آن باز، کنم اندر هوایت بال و پرواز. بیا بیا بار سفر بندیم از این دشت، زمستون باز توی این خونه برگشت. بیا تا قصه ها گویم برایت، که دوران جدایی دیر. بیا تا قصه ها گویم برایت، که دوران جدایی
با درودی گرم داروش باقری هستم در برنامه این روزها و خیلی خوشحالم که بیننده این برنامه هستید. این برنامه روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 6 است. بقیه روزها ساعت 4 است به وقت لس آنجلس تقدیم شما می شود عزیزان دل. تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خونبار ناهنجار. تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیانکن ندارم جز زبان دل. دلی لبریز از مهر تو ای با دوستی دشمن، زبان آتش و آهن زبان خشم و خونریزی است، زبان قهر چنگیزی است. بیا بنشین بگو بشنو سخن، شاید فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید. برادر گر که میخوانی مرا بنشین برادروار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار تا از جسم تو این دیو انسان کش برون آید. تو از آیین انسانی چه میدانی؟ اگر جان را خدا داده است چرا باید تو بستانی؟ چرا باید که با یک لحظه غفلت این برادر را به خاک و خون بغلطانی؟ گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جویی و حق با توست، ولی حق را برادر جان به زور این زبان نافهم آتشبار نباید جست. اگر این بار شد وجدان خواب‌آلودت بیدار، تفنگت را زمین بگذار. فریدون مشیری. همتون احتمالاً یادتونه که شخصی به نام جورج فلوید در آمریکا، سیاه‌پوستی که پلیس هنگام جلبش زانوش رو گذاشت رو گردنش در حالی که اون فریاد می‌زد نمیتونم نفس بکشم، در صورت بردنش رو، مشکلاتی که ایجاد شده همتون هم میدونین، و اون افسر و افسرهایی هم که وایستادن اونجا تماشا کردن به در دادگاه محکوم هم شدن. خامنه ای همون موقع خیلی سرصدا کرد و راجع به این موضوع کلی شعار داد و برنامه گذاشت و این حرفا. همین اتفاق مشابه همین اتفاق چند روز پیش در تهران اتفاق افتاد. یک جوان افغان که گوشش هم کم شنوایی داشت به دستور ماموران انتظامی توجه نکرد که گفتن برو سوار ون شو، و همون اتفاق تکرار شد و جمهوری اسلامی چه عکس العملی راجع به این جریان خواهد داشت. بریم با همین کلیپ رو ببینیم. یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه پوستی و همطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه، اینم خونسرد بشینه روی او و فشار بده، چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن و هیچ اقدامی نکنن. چی کارش میکنم بکنم؟
برید آقا بفرما ما غریبیم، همه جا غریبیم، توی وطنمون غریبیم، توی غربت هم غریبیم. فقط یه ایرانی میتونه این دردهای بی پایان رو درک کنه و رفیق دردهای دوست و هموطن غریبش باشه. سبا شریعتی، کشتیگیر ایرانی که برای تیم ملی کشور آذربایجان کشتی میگیره، چون رفت پناهنده شده اونجا، توی دیدار ردبندی المپیک از هموطنش امیر میرزازاده از تیم ملی ایران شکست میخوره و میره تا آخرین، تا از دنیای کشتی قهرمانی خداحافظی کنه. هیچ کس از تیم آذربایجان نمیاد رو دوشک تا شریعتی رو همراهی کنه. میرزازاده از پایین تشک میبینه شریعتی داره تنها گوشه تشک رو میبوسه. با رنگرز میان بالا همراهیش میکنن تا این خداحافظی هموطن غریبشون با شکوه و ماندگار باشه. بارها و بارها گفتم تا ابد هیچ غریبه‌ای به داد ملت ایران نخواهد رسید. روزهای خوب فقط و فقط توسط خود ایرانی ها باید ساخته بشه و فقط ایرانیه که به داد ایرانی میرسه. ما تنهاییم. هیچ غریبه‌ای به فکر تنهایی و غربت ما نیست. همه غریبه‌ها در سراسر جهان فقط رفیق روزهای خوب، پول و تخصص ما ایرانی‌ها هستن و لا غیر. بریم اون صحنه رو نگاه بکنیم، خیلی غم انگیزه. اگر تو را نبردم از یاد، ببخش اگر کس امیدیدم تو گفتم به آرزوی رفت و برباد. توی تمام ماجرا که رفتی ولی مرا به حال خود نمیگذار. فرض کن از آه ما آتش به ریش ظالم افتد، عصر او پایان بگیرد، قصر او ویرانه باشد. روزگاری آرمانی را تصور کن که در آن عهدها محکم بماند، قولها مردانه باشد. شربت مسموم خوردن بهتر از لب تشنه مردن، نوش جان کن. گرچه شاید زهر در پیمانه باشد، سالها در گوش مردم قصه موعود خواندن. من که باور کردم، اما وای اگر افسانه باشد. عرضم به حضورتون که زرا اسماعیلی، دختر خانمی که این روزها همه شبکه‌های اجتماعی و در همه شبکه‌های بین‌المللی هم تصویرش رو می‌بینید، دختر خانمی است که بدون حجاب در خیابون‌ها، در مترو، جاهای مختلف آواز می‌خونه و خیلی هم طرفدار پیدا کرده بود. روز گذشته پیروز دستگیرش کردن. هیچ کس از جاش اطلاعی نداشت تا مدت‌ها. دو روز هیچ کس نمی‌دونست کی اینو بازداشت کرده، چرا، کجاست، چگونه است و معلوم نیست چه سرنوشتی خواهد داشت. ما باید نشر بدیم این عکس‌ها و این فیلم‌ها رو تا در جهان اینها فراموش نشن. اگر این شبکه‌های اجتماعی و این تلویزیون‌ها نبودن، جمهوری اسلامی بد بلایی سر مردم ایران می‌آورد. بریم یه چند صحنه از این کارو ببینیم. You go back time and I go back.
گوفاندمی یک در حقیقت یه اپلیکیشن یا یک سایتیه که شما میتونین برین توش و برای خودتون یا برای هر کسی که میخواین تقاضا بکنید که پول جمع شه. مردم مثلا طرف بیماری داره، عمل داره، دوست خونش رو زده، خیلی اتفاقا میفته که خودش یا کسی دیگه میره برای اون شخص در گوفاندمی یه اکانتی باز میکنه، مشخصات میذاره و توضیح میده جریان چیه و مردمی که دوست دارن کمک کنن میرن کمک میکنن. یک کلیپی دیدم که نوشته از این کلیپ واقعیه، از یک داستان واقعی درست شده. نگاهش بکنید ببینید که انسانها شرایط مالیشون و شرایط اجتماعیشون نیست که از اونها انسان میسازه یا نه. چون بعضیا میگن طرف خب هیچی نداشته، فلان نداشته، حالا دست به جنایت داده. نه، اینطور نیست. بریم اینو نگاه کنیم، خیلی خوبه. Was a homeless man named Billy who barely got by. He would hold out a cup and beg people for money, hoping to get enough so he didn't have to sleep on the street at night. Can you spare some change? Little did he know, he was about to meet a lady who would change the rest of his life. This is for you. I hope this helps. God, thank you so much, ma'am. Now I don't have to sleep on the street tonight. Well, why'd you give me so much? I've always believed what goes around comes around. Wait, I don't even know your name. Sarah. Sarah Darling. I work across the street. I'm sure I'll see you around. Thank you, Sarah Darling. Ring. Billy realizes that when Sarah handed him the $20 bill, she accidentally dropped her wedding ring inside of his cup. He runs after Sarah to try to find her to give her her ring back. He looks all around for her, but he can't find her anywhere. Just as he gives up looking for her, he happens to come across a pawn shop. And decides he may as well go inside. Hi, can I help you? Wanted to see how much this ring is worth. Wow, this is nice. I can give you $4,000 for it. $4,000? That's so much money. I won't have to sleep on the street for months. Second. $1,000. $2,000. $3,000. And $4,000. What goes around, comes around. What's wrong? Aren't you gonna take it? Actually, changed my mind. I'm really sorry. Billy decides not to take the money and continues to look for Sarah instead. As he's walking around, he remembers something she told him. I work across the street. I'm sure I'll see you around. So he goes inside nearby offices, asking for a Sarah Darling. But no one seemed to know who she was. He keeps trying, and eventually he finds her. Is there a Sarah Darling that works here? Yeah. Sarah?
Oh, hi. How can I help you? Hello. I believe this belongs to you. You dropped it in my cup. Oh my God. You found my ring. I've been looking everywhere for this. But I don't understand. I'm sure you could have got a lot of money for this. Why'd you give it back? Well, you helped me, so it's the least I could do. Besides, a wise woman once told me, what goes around, comes around. Thank you so much. You have no idea how much this means to me. I'll never forget this. You know, you should start a GoFundMe for him. I'm sure people would love this story and want to help him. That's a great idea. Sarah decides to start a GoFundMe page for Billy, telling the story of how he gave her the ring back. And to her surprise, the story ends up going viral. People all over the world started donating. Within a few days, Sarah raises over $190,000 in donations. And then a few days later, Sarah goes to find Billy. Hey, Billy. Hello, Sarah. I have a surprise for you. $190,726 surprises to be exact. What? This is for me? But I don't understand. What's going on? I set up a donation page and I told everybody about what you did. People around the world donated. So now you don't have to worry about sleeping out on the streets anymore. You can buy your own home. I can't believe this is happening to me. God bless you. God bless you too. Hey, Darman fan, make sure to... میگه ما مثلش برای ما فارسیش میگه از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری، یا تو نیکی کن و در دجله انداز که ایزد در بیابان دهد باطل. که ایزد نمیده، مردم هستن که به هم دیگه رحم دارن. سریال قهوه تلخ ساخته مهران مدیری یکی از زیباترین سریال هایی بودش که آخرش هم ناتمام موند، ولی صحنه های بسیار جالبی داره. یه صحنه‌اش هستش که حاکم ظالم و زورگیر در اثر خوردن دارویی حالش عوض میشه و فراموش میکنه که حاکم ظالمه و میاد به بازخواست عواملش. نگاه کنین بخشش، خیلی جالبه. پدر سوخته یا بیریزه. بله خورد. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. با درودی دوباره به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. داریوش باقری هستم در برنامه این روزها.
هر شرایط اسفناکی که پیش میاد تو ایران، حکومت جمهوری اسلامی میگه در شرایط حساس کنونی فلان، همه عمر را در مقطع حساس کنونی زیر سایه جنگ زیسته ایم. طولانی ترین جنگ کلاسیک دنیا را دیده ایم. بهای برنامه اتمی پرهزینه ترین پروژه بی حاصل تاریخ بشریت را دیده ایم. تنها ملت جهانیم که 4 دهه تورم دو رقمی را تجربه کرده ایم. طعم تلخ تحریم را چشیده ایم. کشتن جوانان آزادی خواهمان را به چشم دیده ایم. ما کم سن و سال ترین سالمندان تاریخیم. امیر نصر آزادانی از بازیکنان فوتبالی که در جنبش زن زندگی آزادی به خاطر طرفداری از مردم به زندان افتاد و امثال او بسیارند. اینها را نباید فراموش کرد. همه جهان به دنبال آزادی این عزیزان هستند. عکساشون رو اگه یادتون باشه روی هواپیماها چاپ کردن. تأسفه که تعدادی از ورزشکارای ما پای این جوونا نایستادن. نگاه کنید. با سلام خدمت همه زیبا دوستان، فوتبالی ها، غیر فوتبالی ها، سلام. هم اکنون صدا من از زندان مرکزی اصفهان میشنوید. تنها اتفاقاتی که افتاده خوبی هم در جنگ هستن. اول دو که میخوام تشکر کنم از همون کسی که مثلا حمایت کردن مسابقات، امیدم به اول به خدا تا بعدم همون کسایی که بیرون هستن، من که داخل زندان کاری نمیتونم واقعا انجام بدم. من چشم امیدم فقط به اون کسایی که بیرونم، میتوارم که بتونم بازم حمایت کنم و این خوشمایی سنگینی که واسه من بریدن، چون من واقعا مستقی این خوش نیستم، نباید این خوشمه واسه من میبرید. ولی خب دیگه بریدن دیگه، من واقعا در نکردم، چون این خوشمی که بعد من بردم واقعا مستقی من نه. مبینا نعمتزاده که روز گذشته در کاراته وزن منهای 49 کیلو مدال برنز المپیک رو گرفت، اول ببینین در مصاحبه بعد از پیروزیش چی گفته تا بعد باهاتون بگم. نه آره خودش داره. من گفتم که دوستاش به رنگ طلایی ثابت نکنم واسه دوستام، همه خوشحالتر کنم، ولی خب نشد دیگه. شرمنده شرمنده نباش، برای ما خیلی ارزشمند. خب اینا این مدال با ارزشت رو تقدیم کنیم. من مدالم رو قبل از تیکیام خودم عهد بسته بودم که با امام زمان یه عهد بسته بودم که مدالم رو تقدیم کنم به مردم شریف ایران و آقای امام زمان. حالا رو برسا خدا حفظت کنه، هر چی داری بشنن ببیننده همون دارن میبیننه. از بیننده ها که به کنار از مسئولیت خواهشی داشتم. کاسبکارانه است. آخرش میگه خواهشی داشتم که وسایلی فراهم بشه که من بتونم بدون کنکور برم دانشگاه، که خب حتما هم قبول میشه، اما یه جایزه بهتری بهش دادن. نگاه کنین عکسو. مبینا نعمتزاده میتواند خادم مسجد جمکران بشود. تولیت مسجد جمکران با استقبال از اهدای مدال این ورزشکار به امام زمان آن را قابل تقدیر توصیف و گفته این کار نعمتزاده شایسته اهدای نشان خادم افتخاری مسجد جمکران است. بریم یک کلیپ ببینیم از این الان. آره حالا که پس خیلی هم عالی، در المپیک عده‌ای هم از نورچشمی ها و دوستان و رفقا و اینا همه با گروه المپیک رفتن که در این رویداد ورزشی شرکت داشته باشن. ببینین حالا این کسانی که با هیئت رفتن چه کردن.
ادامه صحبتات رو بگم، همونایی که عکس با شورت ورزشی ندارن یا برای مثال بگیم تا حالا سابقه ورزشی نداشتن، یه اتفاق خیلی عجیب و ناراحت کننده افتاد توی دهکده بازی المپیک پاریس که یه سری از رسانه‌ها بهش پرداختن. درباره این هستش که دو تا از اعضای هیئت هجرایی کمیته ملی المپیک که بالاخره ویزای شینگرشون رو کمیته گرفته بود براشون، توی این مدت دقیقا در حین بازی‌های المپیک پاریس، از پاریس که خارج شدن هیچ، از فرانسه که خارج شدن هیچ، هلند و آلمان رفته بودن که حالا گشت و گذاری داشته باشن. بالاخره ویزا شینگنه، بله برگشتن ایران هستن الان، ولی خب ویزا شینگنه دیگه، بالاخره میتونن برن بچرخن دور بزنن و خریدهایی داشته باشن احتمالاً. حالا اطلاعات دقیق‌تری هم هست، سوغاتی آورده، ممکنه سر سوغاتی‌های کاری آورده باشن حتی. آره یه ذره دو تا از اعضای هیئت اجرایی که فدراسیونشون المپیکی نیست، یعنی در واقع توی المپیک شرکت نکرده، سهمیه نگرفتیم ما، در واقع رفتن و بالاخره استفادهشون رو بردن و بازار باشه دیگه به قول شما. اینا واقعاً آدم نیستن، احساس ندارن، فکر نمی کنن که تو همین شرایط خانواده این برای بچه هایی که در این جریانات کشته شدن، بچه خانواده کشته شده، پدر خانواده رو میگیرن، برادر خانواده رو میگیرن، مادر خانواده رو میگیرن، همه در رنج و عذاب و بدبختی، وقتی اینا میرن به هوای المپیک، میرن به هلند و میرن فلان جا اینا چیز بگیر. ببینید یه دیگه این کلیپ رو نگاه کنه از خانواده شهدا. در یک تورنمنت شطرنج در مخاشقلعه پایتخت جمهوری خودمختار داغستان در روسیه، آمینه آباکاروا قهرمان شطرنج روس قبل از شروع مسابقه به میز حریف نزدیک شد و مهره‌ها و میز او را آغشته به ماده سمی جیوه کرد. در پی این اقدام او مایاگانت اسمانووا حریف او دچار سرگیجه و حالت تهوع شدید شد، اما توانست به مسابقه ادامه دهد. بر اساس گزارش‌های آباکاروا، حریفش را برای اینکه هفته پیش از مسابقه به او توهین کرده بود مصدوم کرد. آمینه آباکاروا 43 ساله اکنون با محکومیت احتمالی 3 سال حبس مواجه است. خواستم یه چیزی بگم ولی نگفتم. ببریم کلیپ رو ببینیم. اسماعیل هنیه سالها در قطر زندگی کرد. قطر از یک استان ایران هم کوچکتر است. قطر صنعت موشکی و پهبادی بومی ندارد. قطر در عرصه نظامی متکی به آمریکاست. اگر اسرائیل هنیه را در قطر ترور می‌کرد، قطر هرگز به پاسخ نظامی در برابر اسرائیل متوسل نمی‌شد. اما اسرائیل ایران را برای کشتن هنیه انتخاب کرد، کشوری که هم صنعت موشکی و پهبادی دارد و هم موشک‌های پهبادیش از چندین جهت بر سر اسرائیل می‌تواند ببارد. نتیجه این که موشک و پهباد عزت و اقتدار نمی‌سازد. بازدارندگی چیزهای دیگری هم لازم دارد که هیچ کدامش را جمهوری اسلامی ندارد. از جمله چیزایی که نداره، قانونی است که بتونه جلوی کسانی که در سیستم هستن و خلاف میکنن رو بگیره. میبینید که اختلاس ها، خرانت ها، یارو ورم داره میره خاوری کانادا،
حتی به پلیس بین المللی مثلا شکایت نمیکنن که اینو برش گردونه، اصلا یک اوضاعی. تو نیجریه یه توریست فکر کنم هلندی اگه اشتباه نکنم با موتور میره تو نیجریه، دو تا پلیس سر راه میگیرن، با شوخی هم البته میکنن، ولی میگن اگه پول مول داری به ما بده و بعدم ولش میکنن میره. اگه ایران بود که ولش نمیکردن. دیدیم اینی که میدونم همتون دیدید که در پلیس راه نمیدونم شهرداری فلان هر جا بریم باید رشوه رو اگه بدین کارتون، حتی قاضی القضات رو رشوه بدین کارتون حله. این طرف فیلمو میذاره تو اینترنت، ببینید چه اتفاقی میفته. Hello. Hello. How is everything? Everything is fine. From where? Netherlands. Eh? What do you bring from? City that, eh? Where they go? Abuja. Abuja. Give me something now. This water. Yeah. Give me my. Hey, what do you bring? Like... What do you bring from? Huh? What you want give me? Hey, wait till now. Where what you want give me? Oh yeah, give me something. Oh yeah, give me something now. Give me something. You give me something. Yeah. Give me money. 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 Why? Give me. Why? Okay. Okay. Bye bye. Punishment of dismissal. تا هر دوتا افسر رو خلع لباس میکنن و اخراج میکنن. در نیجریه که ما فکر میکنیم خیلی ایران از نیجریه بالاتره و از این حرفا دیگه. نادان به امارت بدن مشغول است، دانا به کرشمه سخن مشغول است، صوفی به فریب مرد و زن مشغول است، عاشق به هلاک خیشتن مشغول است. عباس علی خلدبری یه شعر کوتاه ازش بشنویم. شیخ باز از عدل و داد انقلاب گفت و پایان یافت، وقتی زرزرش در جوابش گفت رندی البته اولش بجو چسبی دامپرش، از عدالت در 40 سال اخیر، از عدالت در 40 سال اخیر شد نصیب ما سه حرف آخرش. مشکل بزرگی که جمهوری اسلامی در جلسات تصمیم گیری برای حمله به اسرائیل داره اینه که اسرائیل هم خودش تو جلسه حضور داره. انقدر حفره امنیتی دارن که اینا، آقا تمام کشورها گفتن که اتباعشون از کشورهایی که ممکنه در جنگ بین ایران و اسرائیل در بگیره ممکنه خطری براشون باشه تخلیه کنن. بریم ببینیم قولی در این مورد چی میگه. آقا دوباره بوی جنگ توی منطقه اومده، یه سری کشورها دنیا گفتن که شهروندانشون سریع از ایران و لبنان و اسرائیل خارج بشن، چون این جهان ناامنه، خوبا نکردن شهروندانشون اخ نشن. حتی گفتن هرکی پول نداره راحت بره از سفارت بگیره بلیتشو بخره در بره. ببین شما چه خبره که حتی هندوستان با 1.5 میلیارد نفر جمعیت هم به شهروندانش توی خاورمیانه هشدار داده برگردن هند. حالا شما تو این 30-40 سال یک بار شنیدی که ایران به شهروندانش توی یه کشور بجش سریع از اون کشور خارج بشن؟ نه خدا وکیلی شنیده ندیجه. یعنی ایرانی جماعت چه داخلیش چه خارجیش هیچ وقت به شخم جناب مسئولای مملکت هم نبودن. اینه فرق ما با مردم دیگه دنیا. اینه ببین منو هموطن، هر کجا دنیا هستی یا ما تحت تو دو دستی بچست، چون هیچ کس به فکر تو نیست والله به خدا. دیدید وقتی یه مشکلی برای یکی پیش میاد یه عده‌ای اصلا میان نصیحت میکنه، آقا نگران نباش همه چی درست میشه، اصلا نگران نباش. بعضی ها نگران نباششون مثل اینه درست میشه دایی نگاه کنین.
درست میشه دایی. خداش خودش سالم بنده. تو قبول داری؟ آره. ما به خدا خودش سالمه. این ماشین یه کاری نداره. شیشه شب عزا بیا عوض میکنه براش. این اتاقش هم که درست میشه. اینا مشکلی نداره. کاری نداره دایی. درست میشه. اون ماشین دو نصف شده. چی همه شیشه شب عوض میکنه. اتاقش هم که چیزی نیستش اینا. اما میگم بعضی وقتا چشم چرونی هم میتونه کمک کنه به انسان ها. نگاه کنین. آقا این پاور بانک ها این بستایی هستش که یه موقع مثلا تلفونتون رو میخواین به باتریش تموم شده میزنین به این پاور بانک ها که چارج بشه. اینا ممکنه خیلی خطرناک باشه. در آتلانتا یه اتفاقی افتاده، پلیس این فیلمو پخش کرده، خونه آتیش گرفته. البته سگ و گربهشون از در اون در کوچیکای چیز فرار کردن، ولی نگاه کنین چه اتفاقی افتاده. رفته پاور بانک گاز گرفته سگه. هرچی هم رو شبکه اجتماعی میبینیم باور نکنین. طرف اینایی که میرن مسافرت عکساشون رو میذارن، فیلماشون رو میذارن که ما داریم میریم هاوایی فلان، باور نکنید. نگاه کنین. نو 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 انتهای برنامه میخوام از پوران براتون عروسش رو پخش کنم. براتون خیلی فیلم آنتیک به قول بچه ها زیرخاکیه، حتما نگاهش کنین. 818-451-5678 شماره تلفن دیر آشنای شما. 25 ساله من راجع به جیل باکت صحبت میکنم و این شماره تلفنم براتون هستش. کمپانی گوردلانگ دستگاه جیل باکس رو میده، یک کمپانی موزمیه در کانادا تورنتو که خیلی کمپانی بزرگیه، مثل این بقیه کسایی که دستگاه مشابه که نه، ولی تقریبا میخوان شبیه جیل باکس باشه میفروشن، یک نفره نیست. این کمپانی محصولات فراوانی داره، خیلی امکانات داره. جیل پرینت داره که شما میتونین کارت ویزیت و نمیدونم بروشور و پوستر هر چیزی میخواین اونجا اوردر آنلاین بدین چاپ بشه. نمیدونم کارت های تلفن داره، جی ال فون داره، جی ال تاک داره که شما میتونین با اون به هر جای دنیا مثل واتساپ میمونه. فرقش اینه که شما با جی ال تاک میتونین به خونه کسی هم زنگ بزنین. این خیلی امکانات فراوان داره. یکی از محصولاتش جی ال باکسه. اینو میگم برای کسایی که نمیدونن کمپانی گورلاین چی هست و اینا، گفتم خدمتون. دستگاه جیل باکس هم اولین دستگاه ریسیور اینترنتی بودش که ساخته شد 24-5 سال پیش. و این دستگاه یک هر دفعه هم خوب آپگرید شد، دستگاه پیشرفته تر شد. مثلا دستگاه قبل از این آخرین مدل که 500 یعنی 300 و 400 و 200 و اینا، خب دستگاه هایی بودن که یه موقعی ساخته شد که تلویزیون هایی مثل تلویزیون پارس و بقیه تلویزیون ها رو ماهواره بودن، تصویرشون هم اینترنتی بود دیگه. اما الان که تلویزیون ها HD شده، الان پارس خودش تصویرش HD پخش میشه، همه تلویزیون ها، شاید یه نفر یه تلویزیون یا دو تلویزیون باشه که هنوز HD نیستن، ولی همه تلویزیون ها تقریبا HD هستن و با تصویر عالی پخش میشن دیگه. باید دستگاه های جدید آپگرید شده 500 رو بگیرید اگه دستگاه قدیمی داره. اگه دستگاه متفرقه دارین که حتما عوض کنین و 500 رو بگیرین تا ببینین یعنی چی دستگاه تصویر 4K 1080p پخش کردن یعنی چی. بیش از نزدیک 800 کانال تلویزیونی هم داره، در بخش فارسیش بیشتر از 300 کانال 256 کانال تلویزیونی داره. هر جای دنیا که به کانال فارسی باشه میتونین از طریق جیل باکس اونا رو ببینید.
حتما برای سفارش جیل باک به 818-451-5678 زنگ بزنید. فقط به این شماره زنگ بزنید، با واتساپ هم میتونید به این شماره زنگ بزنید که هزینه براتون نباشه. دستگاه رو به قیمت کمپانی $389 آمریکایی میگیرید، تنظیم شده، آماده، از انباری که اگه اروپایید، کانادای، هر جا هستی همونجا انباره، از تو همون انبار اونجا میفرستن صاف میاد در خونتون. حسن بزرگش اینه که به این شماره که زنگ میزنی اگه بعدن سوالی، کمکی، راهنمایی خواستید، چون به این شماره سفارش دارین، باز میتونید کمک راهنماییتون رو از همین شماره بگیرید. و یادت باشد هر شب قبل از خواب وجدانت را ببوس اگر بیدار بود. بریم با هم پوران عزیز رو ببینیم و یادی از گذشته ها کنیم. خدا یار نگهدارتون. عروسی می کنی شویت مبارک، حنا بر دست را بر مویت مبارک، مرا از کوی خود راندی بخاری، راندی بر سر کویت مبارک، زیر آن تور پری خوش می کنی ناز ناز، می روی یاد مرامه می کنی باز باز، می روی من می شدم بانان دمساز، ای تو زلفت تو زنجیر برا، ریزد از غامت ناز و عدم، در میان خط سینه تو می درخشد گلو بند تنا، تا بگردون رسد شور و نبا، 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 تا بگردون رسد شور و نبا.